سلام، امروز 21 جولای 2020 هست که در خدمتون هستم. امروز میخوام مختصری در مورد برداشت متفاوت زنان و مردان در مورد خیانت با هم صحبت بکنیم. دیده میشه که برداشت زنان و مردان در مورد مقوله خیانت یک برداشت متفاوتی هست و خب این برداشت متفاوت برخوردهای عاطفی متفاوتی رو هم ایجاد میکنه. البته خب نباید از یک کلیت صحبت کرد، اما خب مواردی که داره دیده میشه توی کیس ها این رو به ما اعلام میکنه که واکنش هایی که در برابر خیانت توی روابط زوج ها اتفاق میفته وابسته به جنسیت هست و شاید اگر از این منظر به مسئله نگاه بکنیم به ما کمک بکنه که در واقع به زوجها کمک کنیم برای اینکه وقتی این اتفاق توی رابطه میفته بهتر بتونن همدیگر رو درک بکنن. خب معمولا زنها در برابر خیانت واکنشی که نشون میدن، یعنی اگر که همسر آسیب دیده، همسر خیانت دیده، زن باشه، معمولا شروع میکنه به تخریب خودش، معمولا رو میاره به افسردگی، علامت هایی رو که میبینیم و علاوه بر اون معمولا زنها تصمیم به ترمیم رابطه میگیرن. این در حالی هست که خب در مورد مردها اینطور نیست. مردها معمولا وقتی که این اتفاق میفته و همسر آسیب دیده هستن، یعنی در واقع اگر مرد خیانت ببینه تصمیم میگیره که رابطه رو تموم بکنه و معمولا به دنبال یک جانشین میگرده برای اینکه اون فردی رو که میتونه عشق و علاقه رو بهش ارائه بده، اون عشق و علاقه ای که فکر میکنه که لایقش هست رو پیدا بکنه، به راحتی به دنبال رابطه دیگه ای خواهد رفت. خب چه که در مردها در مورد مواجهه با خیانت بیشتر دیده میشه این هست که یک مرد وقتی که با یک خیانت مواجه میشه بیشتر از لحاظ جنسیتی خودش رو زیر سوال میبره، از لحاظ جنسی خودش رو، بی‌کفایتی جنسی خودش رو زیر سوال میبره. این در حالی هست که معمولا وقتی که یک زن توی یک رابطه قرار میگیره که مواجه میشه با خیانت، به نوعی خودش رو دوست نداشتنی فرض میکنه. این خب میشه حد زد که این تصورات چه واکنش هایی رو ممکنه ایجاد بکنه. خب معمولا زنها وقتی که با مسئله خیانت مواجه میشن، خب خیلی توی ذهن خودشون کلنجار میرن و خیلی مسئله رو برای خودشون بزرگ میکنن، خیلی بهش میپردازن و خب این باعث میشه که اگر بخوان از این مسئله خلاصی پیدا بکنن، معمولا آسیب های روحی که باش مواجه هستن خب خیلی شدیدتر هست و خیلی طول میکشه تا اینکه از این آسیب ها خلاص بشن. این در حالی هستش که اگر مردی مواجه باشه با مسئله خیانت، ما چنین چیزی رو نداریم و معمولا خب مردها ترتیبی رو اتخاذ میکنن که بتونن سریعتر برن به سمت مسائل دیگرشون، موارد دیگری و کارهای دیگری رو برای خودشون ترتیب بدن و انرژی خودشون رو تسری بدن به مسائل دیگه ای از زندگی خودشون. خب اگر همسر زخم خورده یک زن باشه، ما این رو میبینیم که با وجود این که داریم میگیم که دائم در ذهنش کلنجار میره با مسئله، اما خب به دنبال این هست که رابطه رو ترمیم بکنه. در واقع اون پیام فرهنگی که معمولا و این در واقع به دنبال این مسئله است، میتونم این رو بگم که معمولا زنها پیام فرهنگی که دریافت میکنن توی هر فرهنگی این هست که به اصلاح رابطه بپردازن و رابطه رو از دست ندن. اون چه که معمولا در زنها میبینیم اینه که دیگران رو خوشحال بکنن و خودشون رو محروم بکنن و به دنبال یه همچین مسئله‌ای، خب وقتی یک زن مواجه میشه با خیانت،
به دنبال ترمیم رابطه است. این در حالی هست که خب در مردها همینطور که عرض کردم این حالت وجود نداره. خب وقتی یک زن میبینه که مرزهای عاطفی اون مورد تجاوز قرار گرفته، احساسات منفی خودش رو سرکوب میکنه و تمام تلاش خودش رو انجام میده برای اینکه بتونه اون رابطه رو، علارغم اینکه شاید داره درش رنج میبره، حفظ بکنه. برای اینکه خب همینطور که عرض کردم یکی از ملاک هایی که یک زن به لحاظ فرهنگی دریافت میکنه این هست که برای اینکه فرد ارزشمندی باشی باید سعی بکنی که روابط تو حفظ بکنی. این تصور در زنها خیلی از اوقات میتونه باعث این بشه که حتی اگر توی یک رابطه بدی هم قرار دارن، تلاش بکنن برای اینکه اون رابطه بد رو حفظ بکنن، چرا که یک زن معمولاً وحشت غالبی که داره این هست که تنها بمونه و بر همین منوال ممکنه که یک رابطه بد رو هم حفظ بکنه. خب زنها معمولاً اون چه که بیشتر آزارشون میده این هست که همسرشون، همسری که در واقع عهد شکن هست در مقابل اونها، وارد یک رابطه عاطفی بشه، در حالی که برای مردها اینطوری نیست. اگر متوجه بشن که این عهد شکنی به شکل یک رابطه جنسی بوده، بیشتر براشون مهم هست و بیشتر آزار میبینن، بیشتر اذیت میشن. خب این مسئله وجود داره که خب چرا انقدر زنها در مقابل خیانت واکنش پیچیده تری نشون میدن، واکنش سخت تری نشون میدن؟ خب این به این علت هست که معمولاً برای یک زن برداشتی که از خودش داره وصل شده به میزان موفقیتی که از یک رابطه صمیمانه تجربه میکنه. خب اگر که یک زن توی یک همچین رابطه مهمی شکست بخوره که حالا خیانت رو یک شکست محسوب میکنه، خب به تبع برداشت منفی از خودش پیدا میکنه و به دنبال این مسئله خب دل مشغولی زیادی با مسئله پیدا میکنه و حتی به شکل وسواس فکری گاهی وقتا در زنان آسیب دیده توی یک رابطه خیانت آمیز ما مشاهده میکنیم چنین چیزی رو. خب بنابراین احتمال خیلی بیشتری وجود داره که وقتی یک زن توی یک رابطه خیانت میبینه به سختی اعتماد بکنه و دائما پیگیر باشه و دائما انگشت اتهام بگذاره بر روی فریبکاری ها و دروغ های همسرش و همینطور که دروغ هایی رو میشنوه بیشتر آزار میبینه، بیشتر رنج میکشه و مدت طولانی تری هم طول میکشه برای اینکه بتونه یک رابطه رو ترمیم بکنه و دوباره ریسک اعتماد کردن رو در واقع توی رابطه به جون بخره. خب اما اون چه که ما توی یک همسر عهد شکن میبینیم به مراتب درد و رنج ضعیف‌تر از میزان درد و رنج فردی هست که در مقابل همسر عهد شکن قرار گرفته و میتونیم بگیم که میزان درد و رنج به اندازه کوبندگی و تندی و شدت اون درد و رنجی که فرد خیانت دیده حس میکنه نخواهد بود، به خاطر اینکه فردی که عهد شکنی کرده مرزهای عاطفیش مورد تجاوز قرار نگرفته، در حالی که برای فرد آسیب دیده این اتفاق افتاده. خب گاهی حتی ما توی یک همسر عهد شکن این رو میبینیم که این تفکر در اون وجود داره که خب دو نفر همزمان عاشق اون هستن، یعنی هم معشوقش و هم همسرش و حتی بعض وقتها اعتبار بیشتری برای خودش قائل هست یک همسر عهد شکن وقتی که حتی مسئله آشکار میشه، مسئله خیانت، و خیلی وقتها احساس کنترل بیشتری رو این افراد دارن، افرادی که عهد شکنی کردن، و احساس قدرت بیشتری رو دارن. این در حالی هست که همسر خیانت دیده خب به شدت
احساس تحقیر میکنه، احساس دوست نداشتنی بودن میکنه و به شدت در مورد آیندهش احساس ناامنی و تزلزل رو تجربه میکنه که خب میشه حدس زد که چه حال و هوایی خواهد داشت. خب در این حال همسر عهدشکن تعارضاتی رو تجربه میکنه. خب به دنبال عهدشکنی که اتفاق افتاده، اون در کشمکش و تعارضاتی قرار داره. حالا از یک طرف به سمت معشوق خودش کشیده میشه و از طرف دیگه هم خب اون احساسات منفی ناشی از احساس گناهی که در مقابل فرزندانش و در مقابل همسرش به خاطر کاری که مرتکب شده تجربه میکنه وجود داره و دائما خب این احساسات متعارض رو باهاش مواجه هست. خیلی وقتا همسر عهدشکن به دنبال این هست که بر روی مسئله یک پوششی بگذاره، در واقع خیلی پنهانکاری بکنه و یا حالا مثلا مسئله عیان شده و سعی میکنه که یک سرپوشی رو بگذاره روی مسئله. خب این مسئله نه فقط برای اینکه بخواد همسر خودش رو محافظت بکنه، بلکه بیشتر برای این هست که بخواد خودش رو در برابر احساس گناهی که تجربه میکنه در برابر همسر و فرزندان آسیب دیده خودش رو در برابر این احساس گناه محافظت بکنه. خب این که اون سعی میکنه سرپوش بذاره روی مسئله و اینکه حالا این مسئله، این سرپوش گذاشتن انگار به این شکل هست که داره عادی سازی میکنه مسئله رو، میتونه بسیار بسیار شرایط رو برای همسر و فرزندانش دردناکتر بکنه و اونها رو آشفته تر بکنه. یعنی انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. خب اون که اون چه که ما میبینیم در یک همسر آسیب دیده، خب یک ضربه عاطفی، یک میتونم بگم دلخوری، یک ناامیدی بسیار شدیدی هست که فرد تجربه میکنه و خب همسر عهدشکن ممکنه این انتظار رو داشته باشه که خیلی سریع این مسائل رفع بشه، خیلی سریع فرد دوباره برگرده به سمت رابطه خودش و مسائل رو حل و فصل کنه، مسائل رو فراموش بکنه. اما خب اگر این انتظار وجود داره که خیلی سریع مسئله حل و فصل بشه، باید همسر عهدشکنی رو بدونه که هم خودش و هم دیگران رو دچار سرخوردگی میکنه، برای اینکه این انتظار بی جایی هست. در واقع اون چه که وضعیت رو تغییر میده یک تجربه در واقع طولانی مدت هست، میتونم بگم مسیری از تجربه هاست، تجربه رفتارها و عملکردهای عینی و شخصی که فرد هر لحظه در رابطه با همسر خودش که به لحاظ خیانت بهش آسیب زده خواهد داشت. مدتی طول میکشه که همسر آسیب دیده بخواد که این ریسک رو داشته باشه که دوباره به چنین فردی بخواد اعتماد بکنه و خب قطعا باید اون کارهایی رو هم انجام بده. یکی از چیزهایی که باید خیلی همسر عهدشکن بهش توجه بکنه این هستش که با یک دلسوزی، با یک بردباری سعی بکنه که این پیغام رو به همسر آسیب دیده خودش برسونه که اون رو میتونه درک بکنه، اون رو میتونه بفهمه و بهش زمان بده برای اینکه اون رو ببخشه و از مسئله گذر بکنه به نامی به عنوانی و کمکش بکنه تا بتونه احساس امنیت و ارزشمندی رو دوباره تجربه بکنه همسر آسیب دیده. در واقع این وظایف یک همسر عهدشکن هست. گاهی وقتا همسر عهدشکن برای اینکه بیاد اضطراب و نگرانی خودش رو مهار بکنه، سعی میکنه که یک سری فعالیت‌های رو بهش رو بیاره. خب معمولاً ما به این فعالیت‌ها میگیم به نوعی یک نوع تاکتیک، میگیم که اینها یک نوع تاکتیکه، یک نوع تاکتیک برای اینکه بخواد از واقعیت گریزان باشه. به دنبال خب احساس گناهی که تجربه میکنه، ممکنه فشار زیادی رو متحمل بشه همسر عهدشکن و دنبال این باشه که این فشار رو از روی خودش برداره. بنابراین از این تاکتیک استفاده میکنه و شروع میکنه به اینکه کارهای جدیدی رو شروع بکنه و کمک بکنه که بتونه این مسائل رو
فراموش بکنه و فشار رو از روی خودش برداره. خب این تاکتیک واقعیت گریز هم میتونه یک آسیب روحی جدی رو به همسر آسیب دیده و فرزندان وارد بکنه و باز همین مفهوم رو خواهد داشت که انگار نه انگار که اتفاق واقعا افتاده و همسر عهدشکن مرتکب این حرکت شده. خب گاهی وقتها حتی همسر عهدشکن تلاشی نمی کنه برای اینکه این احساس گناه خودش رو با تاکتیک های گریز از واقعیت پوشش بده. گاهی وقتها حتی همسر عهدشکن احساس گناه رو هم تجربه نمی کنه و خب معمولا توی این موارد مسائل زیادی رو ما باهاش روبرو هستیم. گاهی وقتا وقتی همسر عهدشکن احساس گناهی رو تجربه نمی کنه که خشم زیادی رو از همسر خیانت دیده خودش داره و مثلا حس میکنه که اون چیزهایی رو که لایقش بوده توی رابطه دریافت نکرده و خودش رو محق میدونه برای اینکه دست به یک خیانت بزنه. حس میکنه که تمام آرزوها و هدفهاش رو از دست داده، بنابراین خودش رو محق میدونه که بخواد وارد یک رابطه عاطفی دیگه‌ای بشه. گاهی وقتا همسر عهدشکنی که احساس گناه تجربه نمیکنه همسری هست که فردی هست که دچار اختلالات شخصیتیه و نمیتونه خودش رو در جایگاه فرد آسیب دیده قرار بده، یعنی نمیتونه اون همدلی رو داشته باشه، که خیلی وقتا افرادی که شخصیت‌های خودشیفته هستن چنین خصوصیاتی دارن. افرادی که خودشیفته‌هایی که عهدشکنی میکنن معمولا خودشیفته‌هایی هستن که احساس گناه رو تجربه نمیکنن توی این جریان عهدشکنی خودشون. و علاوه بر این یکی دیگه از مواردی که ممکنه همسر عهدشکن احساس گناه رو تجربه نکنه این هست که خب شدیداً درگیر معشوق خودش هست و به هیچ مسئله ای توجه نمی کنه، اصلا توجه نداره که ممکنه که چه اثری روی همسر خودش گذاشته باشه. علاوه بر این یکی از موارد دیگه‌ای که ممکنه باعث بشه آدم‌ها وقتی مرتکب خیانت میشن احساس گناهی رو تجربه نکنن این هست که یک فرضیاتی توی ذهن خودشون در مورد خیانت دارن. مثلا ممکنه که بعضی از مردها به این فکر بکنن که خب یک شیطنت کوتاه مدت جنسی میتونه خیلی عادی باشه و مشکلی رو ممکنه ایجاد نکنه، بنابراین دست به خیانت بزنن. یا مثلا ممکنه که در زنها وقتی این مسئله مجاز شمرده بشه که همراه با عشق باشه، یعنی فرد عشقی رو تجربه میکنه و مرتکب خیانت میشه، یک زن ممکن خیلی بیشتر یه همچین مسئله‌ای رو بدون احساس و گناه انجام بده تا یک مرد. این در حالی هستش که مردها وقتی مرتکب خیانت میشن وقتی اون رو مجاز میدونن که عشقی درش وجود نداشته باشه و این تفاوت زنها و مردها توی این موارد هست. خب اینها این مسائلی که دارم میگم خیلی کمک میکنه به اینکه وقتی که یک زوجی میان و برای ترمیم رابطه اقدام میکنن توی یک جلسات مشاوره به دنبال خیانتی که اتفاق افتاده، خب توجه به این تفاوت ها میتونه خیلی کمک کننده باشه برای اینکه بتونن همدیگر رو درک بکنن و دوباره رابطه رو مورد ترمیم قرار بدن. باید توجه داشته باشیم که اون چی که در زنها دیده میشه این هست که معمولا زنها توی مواردی که دچار خیانت میشن، یعنی مرتکب خیانت میشن، مواردی هست که به دنبال یک همدم هستن، به دنبال کسی هستن که احساسهای اونها رو بشنوه، به دنبال کسی هستن که حرفهای معنیداری رو با اونها داشته باشه. خیلی وقتا این رو میگیم که یک زن، اگر که ما در مورد برانگیختگی جنسی یک زن صحبت میکنیم در واقع از یک برانگیختگی جنسی بیرون از اتاق خواب صحبت میکنیم، چرا که اگر یک زن بتونه یک رابطه صمیمانه رو تجربه بکنه این برانگیختگی اتفاق خواهد افتاد و مطمئنن اون رابطه جنسی موفق‌تری رو هم برقرار خواهد کرد. بنابراین برای یک زن صمیمیت عاطفی بسیار بسیار اهمیت داره، به خصوص توی بررسی خیانت‌ها این مسئله بسیار حائز اهمیت بسیار دیده میشه
و معمولا زنها به دنبال همدم مرتکب خیانت میشن. خب این در حالی که برای مردها چنین اتفاقی نمیفته و معمولا مردها به دنبال یک رابطه جنسی هستن و به دنبال یک رابطه جنسی مرتکب خیانت میشن. خب اون چه که مهم هست این هست که خب دقت کنیم وقتی که یک مرد اگر جزء پیش‌فرض‌های ذهنیش این باشه که یک رابطه جنسی کوتاه مدت رو برقرار کرده و این اصلا خیانت محسوب نمیشه، اگر یک زن مرتکب یک چنین خیانتی بشه معمولاً بسیار بسیار دچار احساس و گناه میشه. یعنی این تفاوتی هست که باز بین زنان و مردان در مورد مقوله خیانت وجود داره. من به دنبال سوالاتی که دوستان داشتن این موارد رو فکر کردم که میتونم مطرح بکنم تا اینکه بتونم پاسخگوی سوالات دوستان باشم. سپاسگزارم از همراهی شما با این برنامه، سپاسگزارم از کامنت های مهرآمیزتون و عرض میکنم خدمتون که اگر سوالی داشتین میتونین توی مسنجر برای من پیغام بگذارین یا توی واتساپ به شماره 604-818-3071. بعضی از دوستان هستن که نیاز به جلسات مشاوره دارن که مشاوره هم به صورت آنلاین هم حضوری ارائه میشه. میتونید برای این مسئله با شماره تلفن من 604-818-3071 تماس بگیرید. دوستانی هم هستن که بیمه های تکمیلی یا بیمه های شغلی دارن، میتونن با من تماس بگیرن، من میتونم شرایط استفاده از بیمه ها رو خدمتشون عرض بکنم. دوستانی هم هستن که تحت پوشش بیمه تصادفات هستن و میتونن تا سقف 12 جلسه حداقل از این جلسات بدون اینکه پرداختی داشته باشن استفاده بکنن. دوستانی هم هستن که تحت پوشش سازمان ویکتیم سرویسز هستن، برنامه سیبب در مورد خشونت خانگی، که باز هم میتونن با من تماس بگیرن با شماره تلفن 604-818-3071 تا من خدمتشون عرض کنم که چطور میتونن از این خدمات استفاده بکنن. خوشحال بودم که باز هم سه شنبه دیگه در خدمت شما بودم. امیدوارم که بتونم هفته آینده هم در خدمت همه دوستان باشم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و روزگار همگی خوش. خدا نگهدار.